پنج دختر و دو پسر محمد حسین حسینی، نگهبان 45 ساله آموزشگاه کوثر دانش که حمله انتحاری بر این آموزشگاه جانش را گرفت، بی پدر شدند. همسر حسین حسینی که اکنون بار زندگی این 7 فرزند را باید به تنهایی بکشد، میگوید که به علت ناداری 4 دخترش نتوانستند مکتب بروند. اکنون که تنها نان آور خانه اش را از دست داده است، نگران آینده ای فرزندانش است. یک 2 سال در ایران بود، 4 سال که شده بود از ایران آمده بود، کار برش خوب پیدا نشد، از زندگیش خوب نشد که پس آمد دیگه. همسر این قربانی حمله انتحاری میگوید که دخترانش برای کمک به خرج خانه قالین بافی میکردند، اما ویروس کرونا این کار را نیز از آنان گرفت. برش گفتم خطر داره، نه رو خیره. گفت نه خیره. همینجا خوبه که دایی میسته، خدا مهربانه، یک نان خشک برم زیاد پیدا. پدرم همیشه میگفت وقت شخص انتحاری رو ببینه نمیمونه با کسی صدمه برسونه. نزدیکان حسین حسینی میگویند که وی مردی بسیار مهربان بود و از همین رو دانشجویان آموزشگاه کوثر دانش به وی لقب کاک حسین داده بودند. انتحار کننده پس از این اینجا انتحاری میکنه که نگهبانای ای آموزشگاه او را شناسایی کرده بودند و میخواستند به او نزدیک شوند و تلاشیش کنند، که در نتیجه یکی از نگهبانا هم جان خود از دست داده و 2 نگهبان دیگه هم زخم برداشتند. او طرف صلح میکنه اونجا کل 2 ماه میشه که کلی گیره اونجا بدر جنی در میمون خانه مانده بدر جنی دیگه. انتحاری و انفجار زیاد شده راست، زیاد شده راست. در حمله انتحاری روز شنبه بر دانش آموزان آموزشگاه کوثر دانش در حدود 30 تن جان باختند و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند.